أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللغي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نبذل قلوبنا بشعاش الأنوار العلمية وزين أخلاقنا وأخلاق المرتزلية وأملأ قلوبنا بمعرفة الحسينية والفاطمية. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم أبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين وحيد أرواح العالمين له الفضاء. گفت اهل ولا شروع به سوی خدا کنن، اول به جان یوسف زهرا دعا کنن، دست برمیداریم به دعا و برای وجود نازنین حضرت حجت رو با مانا خدا با هم دیگه دعا میکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی قفلت از آلمان نور محسیت و خطا بود خدا زمار زاشد بیاد سارمز. حالا عرض تسلیت دستتو بیا بالا. یا سارمز به به جونم تسلیت بگو آقا جانتا. یا تجید در فرجش خوشنودی و قلب نازنینش جمع ترجهات حضرتش به مجلس و محفلمون هر چی قدمان زمان تو دوست داری اونجوری صلوات بفرست. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت و تعزیت مناز مجددن خدمت همه عزیزان. ایام دهه اول محرم و حرام و امیدوارم که انشالله یه روزی تو خیمه امام زمان هم همینجوری جمع بشیم و اونجا انشالله عرض ادب کنیم. یه جمله امشب میخوام بگم. این جمله فوق‌العاده جمله فنی و مهم است. اجازه بدید قبل از اینکه جمله رو میگم بگم از کدوم بزرگواری که خیالمون راحت باشه این بزرگوار همینطوری هر حرفی رو نمیزنه. این عزیز بزرگواری که من امشب میخوام ازش جمله رو بگم که خیلی این ده شب باش کار داریم، ایشون سالهای پیش 70-80 سال پیش حتی زبان فرانسه رو بلد بود. حالا من نمیدونم چجوری یاد گرفته. اون موقع که نه اینترنت بود نه اونترنت بود چیزی نبود، چجوری اون رو یاد گرفته.
این عزیز بزرگانی که میخوام این جمله مهم رو بگن، ریاضی تبحر داشت، اسوه ریاضی بود، توی فلسفه، تو عرفان به کمالات بالا رسیده بود. از خودش نگم، از دو تا شاگرداش بگم ببینم کی بوده ایشون. خودش در 18 سالگی به درجه اجتهاد رسید، مجتهد شد. 18 سالگی مجتهد شد. این چقدر ایشون نخبه بوده، چقدر پتانسیل داشته. یکی از شاگرداش حضرت آیت الله مرشی نجفی که در قم مدفونند، یک کتابخانه ایشون دارن، کتابخونهشون سومین کتابخونه برتر دنیاست، مخصوصا از لحاظ کیفیت کتابهای خطی نفیس. خب معروف بود که آقای مرشی نجفی بارها خدمت امام زمان مشرف شده. این آقای مرشی نجفی شاگردشون. یکی دیگه از شاگرداش کی بود؟ اون کسی بود که اهداف انبیا و اولیای الهی رو زمین محقق کرد، یعنی حکومت اسلامی رو زمین ایجاد کرد، و اون کسی نبود جز حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی. یعنی حضرت امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه شاگرد این بزرگان. و جالبه، امام در مورد این بزرگان چی میفرماید؟ میفرماید اگر ایشون 70 سال دیگه کلاس داشت، درس و بحث داشت، من امام 70 سال میرفتم زانو میزدم. چرا؟ چون هر وقت ایشون درس میگفت از یک زاویه جدیدی میگفت. پای درسش میشستی، بلند میشدی، یه چیز جدید یاد میگرفتی. من 70 سال اگه ایشون درس میدار میشستم. بعد حضرت امام در مورد استادش که آیت الله شاه‌آبادی هست دارم میگم، این بزرگوار رو، حضرت امام فرمود ایشون روشنترین، نیکوترین، با آرامشترین و معنویتترین انسانی است که من دیدم. آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله تعالی. ایشون یک کتابی داره به نام شذرات المعارف. انشاءالله عزیزان بگیرن بخونن، کتاب فوق‌العاده است. شذره یعنی چی؟ یعنی تکه طلا. شذرات المعارف یعنی چی؟ یعنی تکه های طلا. تکه های طلا رو تو این کتاب آورده. من یه تیکه شایونه که دیشب تشریف داشتن یادشون باشه، دیشب گفتن که من استقبال جمعیت رو دیدم، خیلی خوششون اومد از این جمله ایشون. ایشون چی فهمیده بودن؟ فهمده بودن اگر قرار است ولایت الهی، اگر قرار است ولایت پیامبر روی زمین تحقق پیدا کند، یه مقدمه نیاز دارد. اون مقدمه چیست؟ باید اولا یه جامعه ولایی ایجاد بشود تا اون امر الهی روی زمین چکار کنه؟ تحقق پیدا کنه. یه مثال زدن ایشون، خیلی مثالش قشنگ بود. مثال ایشون چی بود؟ گفتن تحقق ولی خدا، امر الهی، حکومت الهی روی زمین مثل این نگین است. نگاه کنن عزیزان، همونه که کنار جزدن گفت امام و حکومت الهی و امام و ولایت مثل این نگین است. نگین نیاز به رکاب دارد، اگر رکاب نباشد نگین معلق می شود. این رکاب چیه؟ جامعه ولایی. اگر جامعه ولایی نباشد امام کجا میخواد سوار بشه؟ بعد اگر جامعه ولایی می بود امیرالمومنین 25 سال خانه نشین می شد از حضرت عباس. چرا 25 سال امیرالمومنین؟ خب نگین بود، چرا نیومد روی زمین محقق بشه؟ چرا؟ چون رکاب. رکاب چیه؟ اون جامعه ولایی، اون جامعه‌ای که باید آمادگی خود رو ایجاد کند که حکومت ولایی رو اونجا چیکار بشه؟ آر بشند، سوا. و الا امیر المومنینم که باشه معلق میشود، 25 سال خانگیشی میشود. پس اگر امام حسین تو کربلا تنهامون و به گودی قدرگار، چرا؟ چون جامعه ولایی وجود نداشت. اگر جامعه ولایی می بود امام حسین به قدی قتلگان نمی داد. این جمله بود که دیشب گفت. اما ایشون یه جمله دیگه دارن که امشب میخوام بگم.
اونایی که انشالله حواساشون جمعه و انشالله با من آروم آروم میان جلو تا آخر جلسه و خسته هم نشدن برن صلوات بفرستن. به درد امروزمون خیلی میخوره، خیلی به درد کاربردی کاربردیست. آیت الله شاهآبادی رضوان الله تعالی در کتاب شذرات المعارفش چی میگه؟ میگه بعضیا تو جامعه اسلامی فقط نق میزنن، فقط قر میزنن، آی مردم مغرورن، آی مردم بی غیرتن، آی مردم حجاب ندارن، آی مردم هوا هم دیگه رو ندارن، آی مردم بی نوازن، آی فقط نق بلدن بزنن. ایشون میگه، میگه بابا نق زدن که کاری رو درمان نمیکنه، برو درمانش رو پیدا کن. مثل چی میمونه؟ چون نوجوان ها قشنگ دارم گوش میکنم، من یک کمکی صد تا بیارم برای اینو پایین تر بگم. مثل چی مونه؟ من آقا دلم درد میگیره، من یه مریضی دارم، میرم دکتر، دکتر میگه نگاه فلانی، میگم بله، میگه این مشکل تو مشکل معدته، میگم خب ممنونم چیکار کنم؟ میگه آره چیکار کنیش من نمیدونم دیگه، ولی مشکل مال معدته، خیلی زحمت کشیدی، خیلی زحمت کشیدی، به درد من درمان نگرده که تو فقط اشاره ای به درد کردی. آقای شهابدین که بابا اینقدر نق نزنید، ببین علت بی غیرتی رو پیدا کنید. چرا باید یه شهید غیرت فقط سبزوار داشته باشه؟ چرا؟ چرا شهر دیگه نباید داشته باشن؟ که شادی روی شهید با غیرتمون برند صلوات میفرستیم. الله سلام محمد، چه افتخاری برای ما سبزواری ها شد. من هم سبزواری هم دیگه، من چنین کبت عرب هم دیگه، خودم افتخار میکنم که سبزواری هستم. همش میگه آقا چرا بیغیرت، همش میگه بابا خب این که همه میدونن، برو علتش رو پیدا کن که بشه درمانش کرد. بعد علتش رو ایشون بیان میکنه. دیشب گفتم بعضی آقا سون نبود، گفتم کاغذ قلم بیارید بنویسید، حالا اگه رفقا صورتو بذارن تو کنار خوبه، باز بشین من حتما بگیری، چون این مباحث باید بارها دوره کنید تا متوجه بشید. قرار کار بزرگی کنید، قرار شما این رکابه رو درست کنید که امام زمان بیاد روش سوار بشه. بار میخوام رو دوشیتون بذارم سروران عزیز، نوجوانا جوانا امسال باید تو کار دارم. ما نمیخوایم بیایم فقط یه سینه زنی کنیم و بریم، نه، دنبالی هستیم که فضا رو مهیا کنیم که امام بیاد، حضرت بیاد. ما دنبالی نیستیم فقط درد رو بگیم، آمدیم آقا درمانش کنیم. رضا خواهش میکنم عزیزان بیان حتما، شاید بالغ و چند ماه دارم زحمت میکشم با یک تیمی مطالب آماده میکنم، شما یه شبه تو ذهنتون قرار نمیگیره، حتما یادداشت کنیم، نکته برداری کنیم. سروران عزیز تو کانال حتما عکس نوشته بزنن همین یه جمله رو که آقا ما همش دنبال درد نباشیم، دنبال درمان باشیم. همش نت، همش نت. آقا انقلاب اسلامی چیکار کرد؟ بابا جون خب برو ببین، چرا فقط یه طرفشو میبینی؟ بعد آیت الله شاهآبادی چی میفهمد؟ میفهمد علت این مشکلات در جامعه ولایت میدونی چیه؟ علت چیشون میگه؟ علتشون میگه ندانستن مرام و مسلک اسلام است. چرا در جامعه مشکلات زیاد است؟ چون اصلا ما آشنای با مرام و مسلک اسلام بگو نیستیم. پس علت رو فهمیدیم، فهمیدیم علت چیه. بعد ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میاد میگه چیکار کنیم که حالا اینو از بین ببریم، چیکار کنیم که این مشکلات توی جامعه حل بشه، چیکار کنیم که ما آماده ظهور حضرت حجت ابن حسن بشیم. آقا جانمون بیاد راهشان میگه، میگه اگر میخواییم ما با مرام و مسلک اسلام آشنا بشیم باید دو تا کار کنیم. چند تا؟ دو تا کار. یکم باید زیادی گوش بفهمید. یک، گسترش معارف اسلامی. دو، گسترش اجتماعات مذهبی. یه بار دیگه میگم با هم دیگه تکرار کنیم. یک،
گسترش معارف. دو، گسترش اجتماعات مذهبی. گسترش اجتماعات مذهبی. اگر میخوای جامعه ولایی جامعه‌ای باشد که آماده حضور حضرت حجت باشد، باید این دو تا کار انجام بدی: یک، گسترش معارف اسلامی، دو، گسترش اجتماعات مذهبی. گسترش معارف اسلامی که اولشه برمیگرده به رشته چی؟ نبوت و امامت. چون بزرگانم هستن، اجازه بده من دو طرف رو درگیر کنم. بعضی از اساتید دانشگاه هستن دیگه. گسترش معارف اسلامی یعنی ولایت طولی، یعنی ولایتی که پیامبر خدا محمد مصطفی بر ما داشتن. ولایت طولی یعنی ولایتی که علی ابن مرتضی بر ما داشت. این میشه ولایت چی آقا؟ طولی. اون بزرگان اومدن چیکار کردن؟ اومدن معارف رو در اختیار ما قرار دادن. قرآن هم میگه، من میگم همه تون بلدی با هم دیگه بخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من اولش میگم، شما بلند بلند شوید: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفر. به حبل الله هم چی آقا؟ حبل الله هم چی؟ ریسمان الهی. ریسمان الهی هم چی؟ یعنی چنگ بزن به پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه محمد و آله محمد. چنگ بزن به ریسمان الهی، برو در خونه پیغمبر، برو در خونه امیرالمومنین، برو در خونه امام رضا، برو در خونه امام جواد. اونا معارف الهی رو به شما چیکار کردن؟ گفتن. اما بعد این آیه رو کیش بلده میگه؟ بعد وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بعدش رو کی بلده میگه؟ که آقا مهدی هم قد امشالله جایزم بهش میده. از روی گوشی نگاه نکنید دعا، بله دعا میکنم گوشی تو سیمکارتش بسوزید. میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد میگه واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبهم. اول میگه چنگ بزنید به پیغمبر خدا، چنگ بزنید به ائمه اطهار. بعد میگه واذكروا، یادتون بیارید نعمت الله علیکم، خدا بهتون نعمت داد. چی؟ اذ كنتم اعداء، شما با هم دشمن بودید، شما با هم مشکل داشتیم، شما از هم دیگه بدتون میومد. فألف بین قلوبکم، خداوند بین شما چیکار کرد؟ الفت، صفا، صمیمیت، مهربانی رو. فألف بین قلوبکم. بعد چی شدی؟ فأصبحتم بنعمته اخوانا. دشمن بودید، پیغمبر خدا آمد بین شما صفا و صمیمیت و محبت و اینا رو ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، با هم دیگه چی شدی؟ داداش، برادر، اصلا با هم نداد شدی. مثل همی الان شما مگه چند مرتبه علی این کلاته رو دیدی؟ تو بار نه، یه بار اوله، شاید بعضی بار دومه. اما یه جوری وقتی هم دیگه رو میبینیم میریم بغل هم دیگه معانده میکنیم، مسافره میکنیم، که شیطون کمرش زمین میکنه. آقا اینا چند سال هم دیگه رو میشناسن؟ فاصبحتم بنعمتی اخوان، ما با هم دیگه داداش شدیم دیگه. قرآن داره میگه شما با هم فاصله داشتیم، رفیق شدیم. آقای شاهبادی میگه اگر میخوای مرام اسلام رو در دنیا پیاده کنی، من دو تا کار بکنی: باید اولا چنگ بزنی به ریسمان الهی و از پیامبر و اهل بیت معارف الهی رو بگیری. دو، باید با هم دیگه مهربون بشین، دور هم بشینی، اجتماع کنی، با هم دیگه باشی. تا چه بشود؟ تا جامعه آماده ظهور حضرت حجت ابن الحسن بشود. اللهم صل علی محمد. من یه سوال بپرسم از عزیزانی که اونجا نشستم، یه سوال بپرسم از اونایی که تو آشپزخونه،
یه سوال بپرسم از عزیزانی که پشت صوت هستن، یه سوال بپرسم از عزیزانی که جلو. آمدن ما غیر از تو جلسه، غیر از این است که میخوایم آماده امام زمانمون بشیم یا نه، غیر از این آقا، غیر از اینه چرا داره هم جمع شدیم؟ آمد شای حیرتی شده شدیم، چرا اینقدر خودتون رو اذیت کردیم؟ چرا اینقدر فشار رو خودتون رو بردیم؟ آقا اینی که من خبر دارم توی از صبح تا شبش داره سر کار میرید بعد بینید، برای چیه؟ برای چی؟ برای اینی که آقای اجتماع ایجاد بشه، بیاییم دور هم دیگه کیف کنیم، حال کنیم، صفا و صمیمیت. آقا دیشب یک ساعت و نیم فکر کنم گریه کردیم. بعد موقع قضا بعضی ها میگن آقای مجالس طرف رو افسرده میکنه، نمیفهمی، نفهم. ما تو مجلس امام حسین شاد میشیم، ما تو مجلس امام حسین با نشاط میشیم. آقا یک لیتر گریه کرد، اومد سر سفره دیشب نشست، آمد دو پرس چون چیز خود قضا افسرده قضا میخوره. تازه بعد میگن آقا چای زعفرونیش کجاست؟ چای نباتش کجا؟ یعنی معلوم میشه بعد یک ساعت گریه کردن یک ساعت تازه شاد شده. افسردگی گوشه میشونه آقا تو بی حال و حال خودش هم نمیتونه جمع کنه. بچه ها این فضا رو درست کنن که ما بیم اینجا زنده بشیم، تو خیمه حسین ابن علی نفس بکشیم، احیا بشیم، فضا رو آماده کنیم برای آمدن حضرت حجت ابن حسن علی. این دو بیت شعر بخونم اذیت بشی. من گفتم پدر سلامتی یک ساعت اینجا بذارید، این ساعت نگذاشتید این شعر های من بجیب نمی نگاه کنم، حتما این ساعت بذارید میشون. یه دو بیت بخونم عشقتون جاری میشه. بابا این آقای مدا روزه مکشوف، سال ها منتظر سی صد و هندی مرد است، دیگه هم بدونیم سال ها منتظر سی صد و اندی مرد است، آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم. آقای رو سبزوار نگفتم سی میلیون، نگفتم سی میلیون، سی صد و اندی. او منتظر ماست که ما برگردیم، ماییم که در غیبت کبرا ماییم. حالا اگه میخوای امامتو از غیبت در بیای، دستتو بیار بالا بگو لبیک یا صاحب الزمان. نه 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 بیرونی ها همه باید بیرون متوجه بشن، این خانومایی که با امام زمان قهر کردن همه بفهمن، همه زن و مرد لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی. تمام این کارا برای اینه که فضا رو آماده کنی برای آمدن حضرت حجت. آیت الله شاهبادی میگه موقع امام زمان میاد که شما با هم دیگه ندار باشید. چرا میگه اجتماعات مذهبی رو زیاد کنید؟ چون توی اجتماعات مذهبی وقتی ما دور هم دیگه جمع میشیم با هم دیگه عشق ورزی میکنیم، محبت و صفا و صمیمیت بین ما بیشتر میشود و باید بشود. اصلا زمان حضرت امام زمان چجوریه؟ میگن زمانی که امام زمان میاد، اذا قامت، نمیگم چون بگم ما همه برنشیم، اذا قامت میگه اون موقع مزامله میشه. مزامله یعنی چی؟ یعنی اون موقع خواهش میکنم زیادی گوش کنیم خواهرا، خواهش میکنم، میگه وقتی که امام زمان بیاد مزامله میشه. مزامله یعنی چی؟ یعنی شیعیان با هم دیگه ندار میشن، یعنی همه شیعیان یه خانواده میشن، یه خانواده میشه. چطور من برای خانواده خودم خرج میکنم امروز ولی برای دیگران نمیتونم خرج کنم؟ چطور برای مجلس عروسی بچه خودم حاضرم بهترین تالار رو بگیرم ولی همسایه بچهش میخواد مجلس بگیره 2000 تومن، 10000 تومن، 100000 تومن، 100 میلیون، 10 میلیون کمکش رو میکنم، اما برای بچه خودم 500 میلیون هزینه میکنم؟ چون ندار نیستیم، چون با هم مزامله نیستیم، چون با هم یکی نیستیم، چون فضا آماده آمدن امام زمان نیست. میگه امام زمان موقعی میاد که شما همه با هم در دار بشید، یکی میشید، یکی میشید. آقا میشود یا نمیشود؟ با سر مبارک من جواب بدیم، میشود یه جایی داشته باشیم که ندار باشیم یا نمیشود؟ میشود یا نمیشود؟ میشود.
بعضی از این بچه‌ها من خبر دارم قبل از اینکه این فضا رو درست بکنن کارتای آبربانکش توش پول بود، الان نیست که هیچ، قرضم دارم میگیرم. چرا؟ چون میگن جیب من و جیب بچه‌ها هم نداره، بچه‌ها راحت بشه کولرشون لطیف بشه. اینجا بچه‌ها وقتی میان اینجا قسمت خانوما یه تلویزیون شهری بگیریم قشنگ فضا رو ببینن، بیان تو فضا، چون بزن چند تا بان اضافه کنیم اینجا. من تو از چی خودت میزنی برا من؟ آره پس میشود، پس میشود. بریم دفاع مقدس. حمید باکری شهردار ارومیه داشت از پله ها میومد پایین. آی شهردارا، آی شورای شهری ها، آی فرمانداری ها، یاد بگیرید. داشت از بالا میومد پایین، دید یه جوان داره میره بالا، یه نگاهی کرد تا نمیشناختش کیه، تا نگاه کرد دید جوان گرفته نداره. گفت چرا گرفته ای؟ گفت تازه ازدواج کردم، اون مشکل چیگه کار ندارم. گفت ببینیم بالا، رفت بالا، رفت توی یه اتاقی، گفت آقا اینو همین الان کار بهش بدید. بعد بچه رفت بیرون، دم گوشی بند خدا یه چیزی گفت اون مسئوله. حالا باکری من پایین رفت. چند وقت بعد باکری شهید شد. اون بنده خدا به این کسی که بهش کار دیده میگفت فهمیدی باکری کی بود؟ گفت نه نمیدونستم. گفت شهردار بود. شهردار به خاطر من از قبل اومد بالا. گفت بله. گفت چی گفت؟ گفت تا دو ماه دیگه ما کارمند لازم نداریم، تا دو ماه دیگه پول منو بده به این جوان، دو ماه دیگه فلانی که بازنشسته میشه او بیاد جلو. میشود یا نمیشود آقا؟ آقا میشود یا نمیشود؟ امروزه هنوز اون یکی نرفته بیرون، برادرزادش میخواد بفرسته، خواهرزادش میخواد بفرسته، رفیقش میخواد بفرسته. فقط گفت من مشکل دارم، تازه ازدواج کردم مشکل دارم. دو ماه پول خودشو دادش داد به این بنده خدا. بعد هم گفت آقا وقتی که بازنشسته شد اون هم خود این بیاد. جناب صیاد شیرازی از دنیا رفت، شهید شد. یه خانمی تو خونه شون میومد تو خونه ایست، خیلی گریه میکرد، خیلی گریه بیتابی میکرد. بهش گفتم تو چی چیکار میکنی؟ تو که آشنایی نیستی که. گفت ایشون هر ماه یه مقداری از حقوقش رو به من میدونم. بعضی ها این جیوه رو اینقدر محکم گرفتن، بعضی ها کارت آبربانک دارن رمزش یادشون رفت، اصلا از دستی یادشون بردن که نبینن چنده. شهید صیاد شیرازی اگر نائب امامش، اگر حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله، میگه دلم برا صیاد تنگ شده به خاطر اینه، چون ندانه با دیگران. هیچ کس خبر نداشت. بگم بازم میشود و نمیشود آقا؟ یکی دیگه هم بذار بگم. ابراهیم آبادی پولش رو گرفت، حقوقش رو گرفت، به رفیقش گفت موتور داری؟ گفت بله. گفت بشین بریم، نشست سوار موتور. آی میمونی آگه نمیدونم ولی صدا رو ما میشنم، شما که بشنم صدا بچه ها سوتا رو بزنم دیگه رو بشنم. ابراهیم آبادی سوار موتور شد، تنگ رفتن توی فروشگاه، رفت وارد فروشگاه شد، تمام پولش رو جنس خرید، اومد سوار موتور شد. گفت فلانی؟ گفت بله. گفت فلانجا رو بلدی؟ یه منطقه معلوم بود. گفت بله. گفت بریم. حرکت کرد اومد. این من به خدا تعریف میکنه، میگه حال ابراهیم عادی اومد پایین، میگه از موتور اومد پایین در زد، یه پیرزنی اومد، یه صلیبی هم داشت، حجاب آنچنانی هم نداشت، فهمیدم که مسیحیه. تمام اجناسی که ابراهیم عادی گرفته بود داد به این خانم. وقتی که اومد گفتم نامن این همه شیعه، نامن این همه قومشه خودمون هستن، تو بری پیرزن کنایی میکنی اونم مسیحی؟ گفت ناراحت نشو، یه لبخندی زد از اون لبخندهای با هم. گفت خیلی ناراحت نشو. گفت چرا؟ گفت نگاه کن، ما اونه که مشکل دارن یک کمیت امدادی داریم، یک کسی هست کمکش، اما این بنده خدا رو کسی کمک نمی کنه. من پیدا گرمش بودم کمکش. زمان آمدن حجت ابن الحسن انشاءالله این می شود، یعنی جامعه اینجوری می شود که همه با هم سر یه سفره. رضا میگن وقتی حجت ابن الحسن میاد، طرف میخواد خمسش رو بده، پول رو بر میداره، هر چی میگرده یه فقیر پیدا نمی کنه. فقیر پیدا نمی کنه؟
چون مزامله می شود، چون همه با هم یکی می شود. عزیزان، سروران عزیز، داداشی گل من، الخلق عیال الله. خدا میگه الخلق عیال الله، تمام انسانها عیال ما هستن، خانواده ما هستن. لذا چی گفتن؟ نباید داریم که اگر یه مؤمن رو آبروشو ببری، کعبه آبروی کعبه رو بردی. چون ربطی داره این با کعبه؟ چون آبروی مؤمن از کعبه بالاتر است. گفتن اگر یه مؤمن قرض بخواد، قرضشو ندی، یعنی به خدا ندادی. ولایت و ولای طرفینی. حضرت آیت الله شهاوتی میگه آقا امام بر ما ولایت داره، ما خودمونم باید با هم دیگه ولایت داشته باشیم و سرپرستی هم دیگه رو داشته باشیم. هیئت شهید شجیعی باید لااقل 500 یتیم رو تو سبزوار به وسیله شما پوشش بده. من نمیدونم چقدر است، تعدادشو نمیدونم. اگه 500 تا هست باید بری سراغ 2000 تا، اما اگه کمتر 500 حق ندارن مسئولین بیان پیش شما مسئولیت بگن آقا شما بیان یه یتیم رو پوشش، شما باید بیان التماس کنید. اما خواهش میکنم مسئولین هیئت اجازه بدید ما هم یه یتیم رو بگیریم. والا بلا تلا خدا اینقدر تو زندگی بریزه نتونی جمع کنی، نتونی جمع. از این را اشتباه میریم، از این ها کجکی داره میریم. میگم های جمعون به سن ازدواج رسیدی ازدواج کن. میگم هاچی پول ندارم. میگم لام از سب ازدواج کن که پول دار بشی. اگه میشود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرف من نیست، قربانه. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، پسراتون رو زن بدید، دختراتون رو شوهر بدید. این یکون الفقرا یغنیهم الله من فضله، اگر فقیرید، اگر بدبختید، اگر بیچارید، اگر هیچی ندارید، من خدا بی نیازتون میکنم. ای کاش یک کم به خدا اعتماد داشتی، یک کم به خدا اعتماد داشتی. قرآن است، این یکون الفقرا یغنیهم الله من فضله. اصلا من یه چیز دیگه میخوام بگم، اصلا خدا نباید بیاد وسط. عزیزان، از همه امشب برو بگر تو محلت ببین کی میخواد ازدواج کنه، بگو جوون رو حساب کن چقدر میخوای بدی. پول ندارم، میرم 50 میلیون پول برمیدارم بهت میدم، هر وقت داشتی بده. به خدا قسم خدا 10 برابرشو میده تو زندگیت. بعد ازدواج ها عقب میفته؟ عقب میفته؟ نمیفته. امروز متاسفانه پیر غلاما، من میدونم این جمله رو بگم شاید ناراحت هم میشن، اشکال نداره. یه زمانی ما من یادمه دیگه، من 48 ساله به یادمه دیگه اون زمان، اصلا تو اقوام ما یه نفر تو همسایی یه نفر طلاقی نداشتیم. الان طلاق مثل نقل و نبات ریخته، همین بچه هتی دانشجو همین جوری ریخت همسایی. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه برای این خفتم شقان و بینه ما، اگر دیدید یه دختر پسر به موقع طلاق رسید و این خفتم شقان و بینه ما، فب اسو حکمم من اهلی و حکمم من اهلا. میگه بابا نرن دادگاه، نرن دادگاه، از خودشون در خودشون یه نفر بیارن. دایی، امو، امه، تو بیا، از او هم تو بیا، بیان با هم دیگه مشکل رو حل کنن. نه پول میخواد، سوزم که دارن، خالشه دیگه، عمشه دیگه، اسرارشون هم به دیگری نمیگن. یعنی خدا در قرآن میگه بابا اگه میخواین ازدواج کنید با هم دست به دست هم بدید، بابا اگه قرار طلاق بگیرید خودتون کار نداشته باشید به حکومت، کار نداشته باشید به دادگاه، خودتون مردم با هم دیگه. بابا وقتی که طلاق یکی میگیری یعنی عرش الهی میرزن. بعد طرف میگه چرا خدا نعمت به ما نمیده؟ چون عرش الهی داره میرزن. کدوم نعمت؟ کجا؟ و چرا داره اینجوری میشه؟ چون ما با هم دیگه خوب نیستیم.
اگر من میبینم یکی از رفقای من باید برم کمکش کنم، رفیق چی شده، مشکل چیه، میگه نگاه کن خانومم فلان چیزو میخواد من نتونستم، کمکش کن خانوما، بریم اون دختر خانومی که میخواد طلاق بگیره کمکش کنی، از همدیگه جدا نشن، والله عرش الهی میلرزن. حالا میرن دادگاه، دادگاه کی میشنده، کدو دادگاه، خدا کنه مسئولین دادگاه اینجا نباشد، میگن آقا کاظمی ما رو به هم زد، بابا قرآن میگه، به خدا حرف من نیم، قرآن میگه من خفتم شقاق بین ما فبع اسم من حق، بله یکی از این من بیان، این که از این من بیان مشکل حل کنه. ولای طرفینی یعنی این، یعنی اومدی زیر خیمه حسین ابن علی، باید نگاه مثل نگاه امام حسین باشه. امام حسین چیکار کرد؟ و بدل مهجت اون فیک لیستنگ لعبانه که من جهانه، امام حسین گفت من میام کربلا خون قلبم رو بریزم، من میام کربلا خواهرم رو اسیر کنن، من میام کربلا دستای برادرم رو جدا کنن. چرا؟ چون مردم هدایت بشن. خیلی نامردیه امام حسین برای هدایت دیگران جانشن بیده، من از مالم نمیتونم برسیم. اومد گفت امام باقر چرا قیام نمی کنیم؟ آقا فرمود ما یار نداریم. گفت آقا اصحابنا کثیره، جماعتون کثیره. گفت نه اینجوری نیست که تو میگی. بعد آقا فرمود اینایی که تو داری میگی یارای ما هستن، اینا اگه نیاز داشته باشن به هم کمک میکنن. گفت لا، دقت 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 دقت، گفت لا. بعد آقا میدونی چی گفت ما واقع؟ گفت اینا که از پولشون نمیزنن، از جونشون اصلا نمیزنن، از پولش نمیزن، جونش میزن. بعد من میگم شمشیر رو هر بار بزن، یعنی امام باقر گفت من موقعی میام میجنگم با دشمنم و حکومت ولایت الهی رو روز زمین محقق میکنم که مردم با هم ندار باشن. مثل چی؟ مثل اربعین، لا اله الا الله. یعنی آخر از زمان، زمان زمان مثل اربعین میشه. دیدی؟ ما یه مسئولیت، چه مسئولیت داریم تو اربعین، میشه که در بچه های حیات هم یک کاروان مشتی رو بندازن دارن بیشترش کنیم، کل جمعیت با هم دیگه بریم اونجا، میشه در زدن کنم. من تقریبا 8 سال 9 سال پیشم اونجا مسئولیت داشتم. خب اون دیگه نبود، نه ممکن بود، نه ایسکا سنواتی بود. 5 کیلومتر بعد میرفتیم، من یادم پاهم آبله میزد، جا پیدا نمیکردیم. من یه مرتبه اشتباهی رفتم توی خیمه‌ای که مال خانوما بود، بعد متوجهش خواستم بخوابم که ساکای خانومی است، بعد فرار کردم اومدم بیرون، نه بود پیدا نمیشه. حالا ماشاءالله حتی باور کنید همون زمان من رفتم خانه یه بنده خدایی که خانه‌شو در اختیار ارمنی‌ها گذاشته بود، دیدم برقاش در گودابون خونش، آباش در بود. گفتم که چرا اینا درست نمی‌کنی؟ گفت پول ندارم، پول نداشت خانه‌شو تعمیر کنه، اما میومد زوار امام حسین رو تعمیر می‌کرد. لا اله الا الله، زندگیشو می‌گذاشت. تازه بعد می‌گفت آقا ببخشید چیزی نداشتم، بابا دیگه چیکار می‌خواستی بکنیم؟ این میشه مزامله، این میشه ولای طرفینی، این میشه با هم دیگه. ما اگه با هم دیگه خوب بودیم ان شاء الله به حول و قوه الهی فضا رو آماده کردیم برای امام زمان بیاد. رضا عزیزان من، بار دارم رو دوشتون میذارم. سلام عزیز، تو در رو جا خالی ندید، جوان ها نو جوان ها جا خالی ندید ها. همه باید با هم دیگه خوب مهربان بشیم. زیر خیمه امام حسین اومدیم برای اصلا ما وظیفمون میانداریست. میاندار چیکار میکنن؟ میاندار حواسش هست به مدام و اون خواسته اون رو محقق میکنه. ماها باید بینیم الان امام زمان از ما چی میخواد، همون رو محقق کنیم. باید درست تشخیص بدیم. انشالله این چند شب با هم دیگه قشنگ صحبت میکنیم. الان امام زمان از من چی میخواد؟ دکتر سرخط، من باید چیکار کنم که امام زمان آقا از من راضی بشه؟ که من میانداری کنم؟ چون تو کربلا امام حسین خیلی میاندار داشت، میاندارایی داشت. ماش اول فنز میاندار بود، قاسم میاندار بود، حتی علی اصغر میاندار بود، هلال ابن نافع میاندار بود. میگه شب عاشورا داشتم میرفتم، دیدم حسین ابن علی داره یه جایی میره، رفتم پشت سرش دیدم آقای مینشینه، آقای بلند میشه. گفته بود کسی نیاد بیرون تا متوجه من شد، رفت آمد جلو. گفت آقا مگه نگفتم نیا؟ هلال چرا اومدی؟ گفت آقا نگران شما بودم،
گفت خب حالا بگو چرا اومدی؟ باید را ترسیدم. خب حالا برگرد. داشت برمیگشت امام یه جمله گفت. گفت امام های میدشستی های بلند میشودی برای چی؟ گفت دارم خوارهای مغیلان را جمع میکنم. خوار مغیلان مال فردا شبه. من نمیگم چی خواری. فردا شب برای تو میگم. فقط اونه که قلبشون درد میکنه نیان. یا زودتر بیان دید وقتی که میگم نباشه قلبتون اذیت میشه. آقا فرمودن خارهای مقیلان رو جمع میکنم تو پای بچه ها نره. بعد امام گفتن هلال از این فرصت استفاده کن برو. هلال فهمید که امام حسین تنهاست. اومد تو خیمه گفت حبیب چرا نشستی؟ گفت چی شده؟ میانداری کرد. گفت چرا نشستی؟ گفت حسین دلخوره دارد. تازه داشتم میامدم دیدم زینبم تو خیمه دلخوره داشت. گفت نکنه اینا فردا یادون امام حسین رو یادی نکنن تنهاش بذارن. حبیب بلند شد میانداری کرد. گفت بریم. همه بلند شدن رفتن. اما ماها رو بلاشتن پایی رفتن. گفتن زینب ما فدایی حسین ما تو هستیم نمیذاریم بچه های شما اینا بیان جوری. میانداری یعنی این یعنی خودت باید بلند شی باید دیگران رو هم حرکت بدی بیاری بستر. خدای ما رو میانداران خوبی برای امام حسین قرار بده. صلی الله علیه که یا ابا عبده السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواد التي امت بفلائک علیک انی سلام الله ابدا ما رضیت و رضی الليل و النهار راجع له آخر الهد منی لزیارتکم. همینطوری آروم آروم بیا جلو میخواییم مجلس اعضای سید و شهدار و ادباب رو همه بیان جلوتر. مادرشم اومده داره میگه بونه های داره به سراسیمش میزنه. هر کی وارد مجلس میاد بیاد جلوتر. خدا خیلی پیدا حالا دست تو بزن و سینه زن و مرد کوچک و بزرگ هر جا صدای من رو میشنوی با ناله صدا بزن السلام علیه حسین صدای جمعیت بیسای همه عقبی ها کناری ها و هلا اولانه سریع آماده شو وقت ندارد میخوام تحمیل بدم بدم اما شما را دوست دارد حسین جان منتظر روزه نباشی از الان باید شما هم برزه بدم اما شعارا دوست دارم همین باشم بدان افتا خواهم نالت بلند کنم بعد روزه بخونم. میدونی قدر این ناله ها رو باید بدونم. اگه حسین گفتم شما هم لرزید میدونی چون مادرش بهت نگاه گرده. هر کسی داد سلامی به تو رو عشقشنی او نظر کرده به زهرا ابا عبدالله او نظر کرده به زهرا ابا حالا آماده شدی دو سه دقیقه روزه رو تبریک بدم از امشب باید بگی امان از دل زینب آی بزن به سینت بگو امان از دل زینب خانم شما باید بیشتر چه خون جان دل زینب لا اله الا الله مثل فردایی وارد کربلا شد
من نمیدونم این همه روزه شنیدی باز تا این روزه رو میخونم هش میریزید شما چقدر دیگه امام حسینی هستین. حتی بعد من هم انشاءالله عزیزم باز دوباره همین رو تصویر سازی میکنه. تا وارد کربلا شدم یه دل بره تو دور زیدم رو مثل بعضی از شما جوان دارم اگه تا سواش رو هستم گریه کنم. بچه ها نگید تا سواش رو نگید هر به اینا هر چقدر توان داری امشب باید گریه کنی. اصلا معلوم نیست فردا شب من و شما باشیم یا نه. امشب خودتو به مادر زهرا نشون بده. تو وارد شدن همه از محجبات پیاده شدن نوبت رسید به زینب. تو رو خدا فقط گوش نکنم گریه رو تا خواست زینب بیاد پایین یه وقت جبرا دوره برش رو گرفتن. یکی اون از سمت راست دمیری یکی اون از سمت چپ. یعنی عمه جان میخوای بیای پایین دست تو رو شانه من بذار اذیت نشی. آروم بیا بعضی ها دارن میگیرن من کجا رو میخوام بگم. یه وقت دیدن اول فزدم زانو زد بی زانوها رو برا خواهرم تو تو بذار تو زانویم خودت از بالای دلجم نندازی تو دختر مادر ما. ها پیر قدما یه وقت دیدن حسینم اومد دست زینب رو گرفت آروم آخه خواهرش زینب اذیت نشه. با احترام با عزت بیبی رو بردن داخل خیمه. اما میخوام بگم عصر روز یازده رو زینب همه رو سوال مرمر کم کرد یه لقی نگاهی کنه ببینه کسی نید سمت قطع نگاهی صدا زد حسین پاشو زینب رو یاری کنه یه نگاهی هم کرد سمت فراق صدا زد عباد ببین خواهر تنها مونده. حالا تو عزیز دلم میاد فیض میدن دلم میخواد همه زن و مرد کوچک و بزرگ این ناله رو برند این صدا بزن حسین سلام.